تمام مورخین و اهل حدیث این رو نوشتند که وجود نازنین و مقدسه بیبی حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از عوامل پیشرفت اسلام بله. و تقویت اسلام بود. چرا؟ به خاطر اینکه ثروت فراوان ایشون داشتن. به گواهی تاریخ وجود نازنین و مقدسه بیبی تاجر بودن و ثروتمندان زمان خودش بود و اون پول و ثروت و امکاناتی که داشت را در اختیار اسلام، در اختیار جبهه توحید در اون زمان قرار داد و پیامبر اسلام اینها رو هزینه کرد برای پیشرفت اسلام. فضائل فراوانی هم برای بیبی نقل شده که در قرآن کریم هم کلیاتی بر وجود نازنین و مقدسه حضرت خدیجه سلام الله علیها تطبیق میشه. خداوند متعال میفرماید والذین آمنوا و آبوا و نصروا و اتبعوا النور الذی انزل معه فاولئک هم المؤمنون حقا. یعنی کسانی که ایمان آوردن به پیغمبر، پناه دادن پیغمبر رو، نصرت کردن پیغمبر رو، اینا مؤمنین واقعی هستن. و حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام این عناوین رو دارن. در روایت هم از وجود نازنین و مقدس پیامبر اسلام داریم که حضرت فرمود تصدیق کرد حضرت خدیجه من رو زمانی که همه تکذیب میکرد، ایمان آورد به من زمانی که همه از من رو برمیگرداندن، پناه داد من رو زمانی که همه من رو از خودشون طرد میکرد. این یک واقعیتیه. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در خطبه قاسعه دارد اونجا که نور اسلام وقتی نازل شد با عنوان مهمترین هدیه بر بشریت، وارد خانه کسی نشد جز پیامبر اسلام و حضرت خدیجه و به شرف ایمان نائل نگردید کسی مگر حضرت خدیجه و من، یعنی اولین زن مسلمانه که و السابقون اولئک المقربون حضرت خدیجه شامل میشه. و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این بیان میفرماید که از افتخارات حضرت خدیجه اینه که بانوی اول اسلام است و منم آقای اول اسلامم. اولین کسی که از بین مردان پیامبر رو تایید کرد آقا امیرالمؤمنین بود. اینا دیگه واضحاتی از تاریخی که نیاز به تکرارش نیست. ما عرض تسلیت داریم انشاءالله که توصیه اهل بیت در بزرگداشت این بانوی معظمه و مکرمه رو حتما مد نظر داشته باشیم در مجالسی که برای تجلیل از مقام شامخ مادر امامان حضرت خدیجه ام فاطمه الزهرا ام الائمه سلام الله علیهما برگزار میشه، حتما انشاءالله شرکت بکنیم تا فیضی از این مجالس انشاءالله بتوانیم برای خودمون ببریم. انشاءالله.